طبقات و جاهای دیگه. اونا فکر میکردن میتونن بفروشنش، اما خب ارادهشو نداشتن یا نمیتونستن بفروشنش و در نهایت محصولات زیادی روی دستشون مونده. روشی بود که شما حداقل میبایست 25,000 دلار کالا داشته باشید تا کمیسیون بهتری بگیرید. امروزه کارها همه با کامپیوتره، یه ایمیل از انبار میاد و لزومی نداره ذخیره کالا داشته باشید. یه لیست کامل وجود داره که بیشترش بر اساس کالاهای موجود و ذخیره است و واقعا موثره، یعنی تکنولوژی همه چیزو تغییر داده. مسئله سوم اینه که مردم حالا میگن 99% افراد از بازاریابی شبکه‌ای پولی در نمیارن. ما در این باره صحبت کردیم، در طول این برنامه حرف زدیم. تقریبا روزی 200 میلیون دلار پرداخت میشه به توزیع کننده ها در شبکه بازاریابی در سراسر دنیا. مسئله اینه که افرادی که میگن فایده نداره، اونایی هستن که نمیدونن چطوری ازش بهره بگیرن و صرفاً یه نظر میدن. من بهتون میگم نظر رو با تخصص اشتباه نگیرید، چون نظر دادن راحته، و همینطور صداقت رو با حقیقت قاطی نکنید، چون افراد ممکنه صادقانه اشتباه کنن. این واقعیت بازاریابی شبکه‌ایه. بخش اعظم افراد درگیر در بازاریابی شبکه‌ای تبدیل میشن به مشتری و اون وقت میتونن محصول رو با قیمت خیلی پایین تر بخرن. مثلا کاستکو رو در نظر بگیرید. اگه کسی وارد کاستکو بشه و عضویتش رو قبول کنه، اون وقت میتونه محصول رو با قیمت پایین تری بخره. به چنین آدمی نمیشه گفت بازنده، چون یه مشت کالا خریده و با چهره خندان بیرون اومده. با این حال وقتی بعضیا درباره بازاریابی شبکه‌ای نظر میدن، میگن اونا از محصولات استفاده میکنن و هیچ درآمدی هم ندارن، پس حتما بازندن. ولی بازنده نیستن، مشتریان راضی هن. این وضع اکثر کسانیه که تو کار بازاریابی شبکه‌ای هن، اما درصد کمتری از اون افراد تصمیم میگیرن وارد تجارت بشن. ممکنه ماهی 300 دلار، 500، 1000 و یا 2000 دلار درآورن. این یه مبلغ معمولی در بازاریابی شبکه‌ایه و تعداد کمی هم که واقعا مسئله رو جدی میگیرن و واقعا یه شبکه بزرگ درست میکنن و اون شبکه رو به کارایی بالا میرسونن، اون وقت میتونن درآمد بالایی داشته باشن و هیچ حدی هم نداره. کار من به عنوان یه اقتصاددان بی‌طرف اینه که یه نگاهی به این کار و سایر کارها میندازم و میگم خب اصل قضیه اینجا چیه؟ یه درصدی خیلی موفقن، 10% درآمد اضافی به دست میارن، اونم با ریسک و زحمات خیلی کم، و تقریبا 90% افراد تبدیل میشن به مشتری. یه مسئله که به نظرم در مورد برداشت مردم از بازاریابی شبکه‌ای واقعیه اینه که مردم و حتی توزیع کنندگان درگیر در بازاریابی شبکه‌ای هم مسئولش هستن. اینه که گاهی حتی ادعاهای غیر واقعی میکنن، چه راجب محصول و چه راجب درآمد. اغلب افرادی که توزیع کننده میشن به پول نیاز دارن و میخوان موفق باشن، اما مهارت لازم رو ندارن، نمیدونن چی کار کنن، و وقتی آدم نمیدونه چی کار کنه و وارد کار جدید شده باشه میترسه، و وقتی میترسه مضطرب میشه و به نحوی سردرگمی و ناامیدی پیدا میکنه. بنابراین فکر میکنه با هر کسی حرف میزنه و باید اونو درگیر کنه. مثلا اگه من به شما حرف بزنم و بگی نه من وقتشو ندارم، من میگم نه من بهت احتیاج دارم، باید این کارو بکنی وگرنه موفق نمیشم. پس شروع میکنم که به دست و پات بیفتم و دلیلش فقط ناامیدیه. بنابراین شروع میکنم به ادعاهای غیر واقعی درباره محصول که درست نیست و احتمالاً حتی حقیقت نداره. مثلا میگم بذار نشونت بدم چطور میتونی پول در بیاری، در حالی که تو هیچ علاقه ای نداری، و در نتیجه فرصت رو کاملا اشتباه معرفی میکنم. و آدم اصرار میکنه به مردم چون فکر میکنه باید همه موفق بشن، و این اصلا درست نیست. یکی از پیام هایی که من سعی میکنم به دیگران منتقل کنم، به خصوص به شرکت ها و فروشنده های درگیر در فروش مستقیم، اینه که نباید قول زیادی بدید. واقعیت در بازاریابی شبکه‌ای اینه که زحمات زیادی داره، سعی و کوشش لازمه، باید خودتون رو برای کار تجاری آماده کنین و نیاز به وقت داره، اما به نظر من خیلی بهتره. بی اندازه بهتره، به خصوص برای آدمای امروز در مقایسه با حتی 5 سال پیش. به نظر من الان بیشتر پذیرفته شده، مردم میفهمن که واقعا یه تجارته و کارآفرین در واقع صاحب کاره. نظام باورهای ما ریشه در ارزیابی مسائل داره، و هرچه ما بیشتر شرایط ارزیابی کنیم، باورمون درباره شرایط بیشتر عوض میشه. صنعت تغییر و رشد کرده و کاملا متحول شده. امروز افراد جوان با رسانه‌های اجتماعی بزرگ شدن و مفهوم شبکه‌ها رو درک میکنن و میفهمن مردم چطور از طریق تکنولوژی با هم مرتبط میشن و
میفهمن پول چطور در شبکه‌ها در جریانه. بنابراین در برخورد با بازاریابی شبکه‌ای برداشتشون مثل واردینشون نیست. ما یاد گرفتیم. مثل صنایع بزرگتری که شما میگید از نقایص و اشتباهات گذشته چیز یاد گرفته. در گذشته به طور مستقیم کار نمی‌کردن، اما حالا عادت کردن. وقتی یه برنامه کامپیوتری طراحی می‌کنن، اول طراحی می‌کنن و بعد راه‌اندازی. اون وقت برمیگردن و ایراداتشو می‌گیرن. ایراد صنایع بازاریابی چند سطحی گرفته شده. الان دوره حضور مجازیه. باید بتونید با تلفن همراه کارتون رو کنترل کنید و این مسئله باور نکردنی. شرکت ها زیرکتر شدن. برای حمایت از مشتری فعالترن.